در این کار من میام توی موشن، اونجایی که در واقع منوهای خودم رو درست کردم و منوهای اصلیم رو درست کردم. و اگر شما اینجا توی موشن نگاه بکنید، من همه چیز رو به غیر از فقط قسمت هایی که میخوام اون کار خاص رو باش انجام بدم رو خاموش کردم. حالا من از اینها میخوام یه خروجی بگیرم و توی برنامه مثل فتوشاپ ببرم. شما عین همین کار رو با هر برنامه دیگه که کار کردید، مثلا افتر افکت یا هر برنامه دیگه که خاص کار در واقع موشن منیو درست کردن خودتون رو میتونید انجام بدید. من اینجا یه تصویر جی پی خروجی میگیرم و اسمش رو میذارم رادام موشن اوورلی. ویدیو اونلیه و کارنت فریم اکسپورت. با موشن دیگه کاری ندارم، اون رو میبندم. میام توی فتوشاپ، حالا اینجا میخوام اون رو باز بکنم توی امیج دی وی دی فوتوز، ببخشید توی منو باید باشه دی وی دی اوورلی و این تصویر منه. نکته خیلی خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که شما اگه بیاین اینجا الان ما با هم ببینیم، اگه خاطرتون باشه تو قسمت پیکسل اسپکت ریشیو ما گفتیم که دیوان دی وی پال تصویر استاندارد دی وی دی هست، ولی اینجا چون دی وی دی ما با همون فرمت کار شده بوده 720x576 و غیر استاندارد بوده، در واقع من یه تنظیم رو احتمالاً اشتباه انجام دادم دیگه، من بر نمیگردم اونها رو عوض بکنم. ولی نکته مهم اینه که فریم شما ابعادش باید عیناً عین همین فریمی باشه که شما استفاده کردین، یعنی قاب شما و جای قرارگیری اینها باید دقیقاً همون باشه. نکته خیلی مهم اینه که ما دقیقا به برعکس این تصویر نیاز داریم، یعنی ما میخواییم قسمت های سیاهمون رو یه کارهایی باش بکنیم نه قسمت های سفیدمون. در واقع ما به برنامه میگیم که من قسمت های سیاه رو میخوام یه کاری باش انجام بدم. هر چیزی که سیاهه توی موشن، توی ببخشید دی وی دی استودیو پرو قراره که یه اتفاقی واسش بیفته. حالا چه اتفاقی؟ اون اتفاق رو براش تعریف میکنیم. به طور مثال من غیر از این که میخوام شروع فیلم رو اینجا بزنم، یه شکل کوچولو هم میخوام جلوشون روشن بشه، به طور مثال یک چیزی شبیه، خب چی اینجا انتخاب کنیم؟ مثلا همین فلش فکر کنم کاملا کفایت بکنه برای کار ما. یکی دیگه من ازش درست بکنم و یه دونه دیگه و یه دونه دیگه. حالا علت این که من این کار رو دارم انجام میدم رو ما تا چند لحظه دیگه توی دی وی دی استودیو پرو میبینیم. یه خورده میتونم عقب‌تر ببرم. خب من حالا این همین فریم رو سیو میکنم. مهم این نیست که فلت باشه یا لیر دار باشه، مهم در واقع اون سیاهی هایی که توی تصویر هست یا خاکستری ها. حالا به تب توی قسمت بعدی اگه ببینیم من سیوش میکنم.